من در حال باختن نیستم، چون این نظرسنجی ها همشون فیک و دروغن. سال 2016 هم قلابی بودند. 100 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن پیشتاز نظرسنجی هاست، اما دونالد ترامپ این نظرسنجی ها را ساختگی می داند. دو مهمان داریم. از مهمانان برنامه می پرسیم که اوضاع و احوال به سود کدام نامزد است و قوت و ضعف هر کدام در چیست. همچنین در برنامه امشب گفتگوی صلح با طالبان، یک طرف سردرگمی بازیگران داخلی در افغانستان و طرف دیگر نارضایتی آمریکا از موضع ایران. ایران آنقدر که باید از تلاش‌ها برای روند صلح افغانستان حمایت نمی‌کند. وقتی کرونا هم مانع از برگزاری مراسم محرم نمی‌شود، روحانی می‌گوید عزاداری با رعایت ضوابط بهداشتی برگزار می‌شود. و انتشار اپرایی بر اساس یکی از معروفترین شعرهای شاملو، نغمه پریا بعد از 30 سال خاموشی دوباره گوشنوازی میکند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دو گلادیاتور، هر کدام با هزاران دغدغه، 100 روز فرصت دارند تا یکی از آنها رقیب را از میدان بیرون کند، در مبارزه پرخرج، پرهیجان و سرنوشت ساز برای آمریکا. چشمهای امیدوار و نگران زیادی در سراسر جهان به این انتخابات خواهد بود. کشورها و ملتهایی که چه بسا بیشتر از مردم آمریکا تحت تأثیر نتیجه رقابت دو غول دنیای سیاست هستند، دونالد ترامپ، جو بایدن. مهمترین نگرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً جبران 8-10% عقب بودنش در نظرسنجی هاست. طبعاً مهمترین دل مشغولی جو بایدن حفظ این برتری است. دونالد ترامپ البته برای وارونه کردن فضای فعلی باید بر ویروس کرونا غلبه کند و اقتصاد به گل نشسته آمریکا را به حرکت درآورد. دو طرف تا اینجا چه برگ‌های برنده‌ای دارند؟ پاشنه آشیل هر کدام چیست؟ به این سوال‌ها جواب می‌دهیم. اول گزارشی از بهمن کلباسی در نیویورک. ماه‌های سرنوشت‌ساز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مهمترین روزهای تقویم سیاسی 14 هفته آینده، به زودی یکی پس از دیگری فرا می‌رسند. نخستین آن انتخاب معاون از سوی جو بایدن نامزد دموکرات هاست. انتخابی که گفته یک زن خواهد بود و نامش قرار است تا 2-3 هفته آینده اعلام شود. سپس گرد همایی بزرگ هر 4 سال دو حزب دموکرات و جمهوری خواه که دموکرات ها می گویند به خاطر کرونا آن را مجازی برگزار خواهند کرد. جمهوری خواهان اما حضوری، ولی دست کم بخش اصلی آن که سخنرانی آقای ترامپ است، در فضای باز خواهد بود. یکی آخر مرداد و دیگری اول شهریور. بعد از آن 4 مناظره تلویزیونی، 3 بار بین ترامپ و بایدن و 1 بار هم بین معاونانشان، در 8، 16 و 24 مهر ماه و اول آبان. روز انتخابات هم 13 آبان. 100 روز رقابت نفسگیر که نتایجش جهتگیری سیاست داخلی و خارجی آمریکا را تعیین می‌کند و حتی شاید آینده دموکراسی در این کشور به آن بستگی داشته باشد. در حالی که همه نظرسنجی‌ها هفته هاست خبر از پیشتازی جو بایدن می‌دهند، آقای ترامپ با یادآوری پیروزی غیرمنتظره‌اش در سال 2016 میگوید نظرخواهی ها را باور نمی‌کند. در نظرسنجی شبکه ما فاکس نیوز، جو بایدن 49% و شما 41%، و مردم برای حل مشکلات در مسائل مختلف به بایدن بیشتر از شما اعتماد دارن. 51% میگن او میتونه کرونا را حل کنه. 34% میگن شما میتونی حل کنی. حتی در اقتصاد 44-43 از شما جلوست. میدونم 100 روز با انتخابات فاصله داریم، ولی دست کم در شرایط فعلی داریم میبازی. من در حال باختن نیستم، چون این نظرسنجی ها همشون فیک و دروغن. سال 2016 هم قلابی بودند، حالا قلابی تر هم هستند.
نظرسنجی ها همچنین نشان می دهد مهمترین نگرانی رای دهندگان شیوع کرونا است. پیامد سیاسیش این که هرچه نارضایتی از عملکرد آقای ترامپ در برابر این بحران بیشتر می شود، شانس او برای شکست جو بایدن هم کاهش پیدا می کند. ویروس، همه دیگر موضوعات روز از سیاست خارجی تا بیمه درمان و مهاجرت را به حاشیه رانده. حتی بهبود وضع اقتصادی هم به پایان شیوع آن بستگی دارد. با این همه، متیو سنیه ایرانی تبار، متخصص آمار و داده های سیاسی در کارزار انتخاباتی باراک اوباما می گوید در عین اینکه تأثیر منفی فراگیری کرونا بر بخت آقای ترامپ قطعی است، ولی 100 روز زمان کافی است برای تغییر شرایط. مرسی. ببخشی من فارسی خیلی خوب نیست. من به انگلیسی جواب می دهم. یکی از دلایل تأثیر عمیق کرونا بر انتخابات اینه که اقتصاد کشور رو زیر و رو کرده. یادمون باشه اقتصاد خوب مهمترین دستاوردی بود که آقای ترامپ در موردش حرف می زد. این الان از دست رفته. برای همینم هست که آقای بایدن 8-10% جلو افتاده. کرونا شرایط کشور رو مثل زمانی کرده که درگیری جنگ بودیم. نزدیک 150,000 نفر فوت کردند که بیشتر از تلفات جنگ در جنگ جهانی اول، جنگ ویتنام، جنگ کره و جنگ انقلاب استقلال آمریکاست. در نتیجه همه حواسا به این موضوع و داوری در مورد اینکه چگونه رئیس جمهوری با شیوع بیماری مقابله کرده نقش تعیین کننده‌ای در رأی مردم داره. ولی این به این معنا نیست که در این 100 روز عوامل دیگه نمیتونن وضعیت رو برگردونن. آقای ترامپ فرد غیر قابل پیشبینیه و قدرت ریاست جمهوری به او این توان رو میده که همه امکاناتش رو برای جلوگیری از شکست به کار بگیره. در نتیجه باید منتظر تحولات بسیاری بود. رقیب اصلی آقای بایدن در واقع همین 100 روز زمان باقی مونده است که هر آن ممکنه اتفاق جدیدی بیفته و ثبات فعلی به نفع او رو به هم بزنه. دوام آوردن یا نیاوردن شرایط فعلی در 100 روز آینده، آن هم در رقابت ریاست جمهوری که در زیر سایه کرونا و نبود گردهمایی‌های انتخاباتی با همه رویارویی‌های سیاسی پیشین آمریکا متفاوت است. کارزاری که هر دو سو باید هر آن آماده تأثیر متغیرهای جدید در آن باشند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی آمریکا از اورنج کانتی کالیفرنیا با ماست و همینطور محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا. آقای کیان، شما روی برنده شدن آقای ترامپ شرط می‌بندید، چرا؟ ببینید که اولا 100 روز در سال انتخابات زمان بسیار بسیار طولانی است. یک ساعت هم در مسیر انتخابات می‌تواند که مسیر را تغییر دهد. دلیل دیگر این که من شاهد تحولات در سال 2016 بودم، در همون زمانی که آقای ترامپ بسیار بسیار عقبتر از خانم کلینتون بودن، همه شرط می‌بستند بر مبنای آماری که گرفته می‌شد. هر روز می‌شنیدیم که خانم کلینتون برنده حتمی و 100% انتخابات خواهند بود، در حالی که دیدیم که به این صورت اتفاق نیفتاد. من فکر می‌کنم باید توجه کنیم به تفاوتی که بین روند آمارگیری و روند رای دادن است. در آمارگیری آمارگر به سراغ رای دهنده می‌رود، در حالی که در رای دادن رای دهنده بایستی به صندوق رای برود. این دو روند کاملا متفاوت است و به همین دلیل احتمال اینکه ما اشتباه بکنیم در حال حاضر و این شماره ها رو دنبال بکنیم و این آمار رو دنبال بکنیم و شرط بندی بکنیم در چه کسی برنده خواهد شد، شاید کار عاقلانه نباشه. آقای میلانی، شما چی فکر میکنید؟ از نظر شما چقدر شانس داره آقای بایدن؟ با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و مهمان خیلی محترمتون و شنوندگان و بینندگان عزیز، من هم معتقدم که پیشگویی کردن در رابطه با انتخابات آمریکا کار بسیار مشکلیه. اما اگر امروز این انتخابات انجام بشه، شانس اینکه آقای ترامپ ببره بسیار کمه.
من برعکس صحبت‌هایی که جناب آقای کیان کردن معتقدم که ما سنجش آرایی که 4 سال قبل داشتیم به هیچ وجه نشون نمیداد که خانم کلینتون به اندازه آقای جو بایدن از رئیس جمهور جلوتر باشه. یعنی اون موقع صحبت از این بود بین 4 تا 6 تا 7% ممکنه خانم کلینتون جلو باشه، ولی امروز اوریج این سنجش آرا رو که می‌بینید یه چیز در حدود 10 تا 11% و از اون مهمتر دلیل عمده‌ای که خانم کلینتون این انتخابات رو باخت این که در چند تا ایالت مثل میشیگان، مثل ویسکانسین، مثل فلوریدا و پنسیلوانیا اون موقع با حدود در حدود 78 تا 80 هزار رأی اضافی که آقای ترامپ آورد این انتخابات رو برد، ولی امروز ما صحبت از 10 تا 12% اختلاف میکنیم. 100 روز وقت کافی هست، ولی مسئله عمده‌ای که آقای ترامپ با این روبرو هست و به خاطر همینم کل برنامه تبلیغاتی ایشون عوض شده اینه که دشمن اصلی آقای ترامپ، رقیب اصلی آقای ترامپ امروز آقای جو بایدن نیست. یه ویروس کوچولویی که از چین اومده و اگر ایشون نتونه اینو کنترل بکنه و اگر اکثریت جمعیت آمریکا به این نتیجه برسن که فعلا رسیدن که ایشون در مدیریت این اشتباه کرده، امکان پیروزی ایشون خیلی کمه. در نظر داشته باشید 1/4 تمام کسایی که ویروس کرونا را گرفتن 1/4 در آمریکا هستن و در حدود 150 هزار آمریکایی، یعنی 3 برابر تعدادی که در جنگ ویتنام کشته شدن، در این حادثه، در این بیماری از بین رفتند. بله آقای کیان، از نظر شما نقطه ضعفی در آقای بایدن هست که نقطه قوت آقای ترامپ به حساب بیاد، بر روی اون بتونه حساب باز کنه؟ اجازه بدید با سلام و درود به دوست محترمم دکتر میلانی عرض کنم که نه، در اواسط ماه ژوئیه سال 2016 خانم کلینتون با 49% و آقای ترامپ با 37%، درست تقریبا همین تفاوتی که امروز میبینیم بین آقای بایدن و ترامپ وجود داره، در نیمه ماه ژوئیه 2016 هم عیناً همین تفاوت کم و بیش وجود داشت. و البته من با صحبت هایی که آقای دکتر میلانی میکنن در ارتباط با این بیماری واگیردار مهلک هیچ نوع مخالفتی ندارم، 100% این خیلی مسئله مهمیه و رای دهنده آمریکایی به اون توجه خواهد کرد. در ارتباط با آقای بایدن، ببینید ما هنوز به صلاح مصاحبه و نبرد تلویزیونی بین دو کاندیدا رو شاهد نبودیم. آقای بایدن از زیر زمین منزلشون صحبت میکنن و همه چیز به نظر به نفع ایشان میاد، ولی تصور بفرمایید که آقای ترامپ در مقابل آقای بایدن قرار میگیره و در مقابل رای دهنده آمریکایی. آقای ترامپ یک هنرمند در حقیقت، ایشان یک بازاریاب خوب، یک هنرمند خوب، و در ضمن با اون مدل خاصی که صحبت میکنه و ارتباط ایجاد میکنه خب خیلی متفاوته. و بعد میبینیم که متاسفانه آقای بایدن شاید من تخصصی در این مورد ندارم، ولی فکر میکنم که آقای بایدن یک کمی از کهولت سن رنج میبرن و ممکن است که اون تند و تیزی سابق رو که بسیار بسیار خوب صحبت میکردن و به مسائل احاطه داشتن، میبینیم که ایشان مصاحبه هاشون رو بایستی به کمک دستیارانشون انجام بدن، میبینیم که دستیارانشون مصاحبه را قطع میکنن. بنابراین بله، نقاط ضعف بسیاری وجود داره. البته وارد مسائلی شبیه سیاست ایشان در مقابل مالیات ها اینها نمیشیم، ولی بله نقاط ضعفی آقای بایدن هم دارن. آقای میلانی شما چی فکر میکنید؟ ببینید، برنامه ای که آقای بایدن داره به نظر من برنامه خیلی دقیقیه. اگر منم جای ایشون بودم از این زمین بیرون نمی آمدم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر انتخابات آمریکا تبدیل بشه به یه رفراندوم در رابطه با آقای ترامپ، ایشون این انتخابات خواهد باخت. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون یه پایه بین 38 تا 42% داره که طرفدارای پاپرقرص ایشون، دوست عزیز من هم جز اون 38%، هیچ هم اشکالی نداره. اما شما انتخابات آمریکا رو نمیتونید با این 38% تا 42% ببرید. باید بیایید و سعی کنید که یه سری از کسایی که نه جمهوری خوان
نه دموکرات هستند رو به طرف خودتون بیارید. و اگر این انتخابات تبدیل بشه به رفراندوم در رابطه با آقای ترامپ، به خاطر اینکه جامعه رو ایشون دو قطبی کرده، به نظر من امکان برد ایشون خیلی کمه. به خاطر همین هم آقای اوباما و کسایی که با ایشون کار میکنن تصمیم گرفتن که جایی که امکان داره تناب بدن دست خود آقای ترامپ که ایشون خودش با خودش رو دار بزنه و دلیلی نداره که وارد مذاکره بشه. در ضمن نکته اساسی که من باید بهش اشاره کنم اینه که انتخابات درسته که 102 روز دیگه شروع میشه، ولی رأی گیری ها از 6 هفته دیگه آغاز میشه و بنابراین آقای ترامپ واقعا کارش مشکله که بتونه این رفراندوم رو تبدیل بکنه به رفراندومی در رابطه با آقای بایدن. نکته دوم، فرق اساسی که امروز با انتخابات 4 سال قبل داره اینه که یک، آقای ترامپ یه شخصیت شناخته شده کامل امروز، و دوم تنفری که آمریکایی‌ها نسبت به خانم کلینتون داشتن به هیچ وجه نسبت به آقای بایدن ندارن. ممکنه انتقاد از سیاستاش بکنن، ولی تنفری نسبت به ایشون ندارن. یه بخشی از برنامه رو بد نیست که به موضوع ایران هم اختصاص بدیم. آقای کیان، آقای بایدن برنامه روشنی ظاهرا ارائه کرده در زمینه ایران که بسیار فرق میکنه با آقای ترامپ. در برابر مثلا سیاست فشار حداکثری، آقای بایدن میگه که ما برجام برمیگردیم، سیاست تغییر رژیم رو دنبال نمیکنیم و غیر و ذالک. از این منظر چطور میشه به قضیه نگاه کرد؟ ببینید، من فکر میکنم که شما اون طرف این قضیه رو بایستی نگاه بکنید و ببینید که بعد اون چیزی که آقای بایدن و آقای بلینکن منتشر کردن به عنوان سیاست پیش رو بایستی در موردش تعامل کرد، چون معمولا کاندیداها در مسیر انتخابات به نوعی سخن میگویند که ضرورتا اون نوع سخن گفتن رو بعد از انتخاب شدن انتخاب نمی کنند. بنابراین احتمال رو بایستی بدیم که این نوع صحبت های انتخاباتی است و بدون شک به دلیل مقابله با سیاست آقای ترامپ که هر کاری اونها بکنن کار بدی است و ایشان نقطه مقابل اون رو انجام میدن. ولی در نظر داشته باشید که در تهران امروز سپاه پاسداران از تحریم ها بهره ور میشه. امروز بخشایی از دولت جمهوری اسلامی در ایران هیچ بدش نمیاد که تحریم ها ادامه پیدا بکنه. فساد، قاچاق، اسلحه های مخفی، همه کارهایی که انجام میشه که به نفع اونها هست پایان خواهد یافت. بنابراین ما نمیتونیم این رو به کلی کنار بذاریم که بله آقای بایدن میآیند و تحریم ها برداشته میشه و همونطور که گفتن محدودیت های مسافرتی برداشته میشه، برجام دوباره به سر جاش برمیگرده. من فکر میکنم اینا یک مقداری شاید رنگ و بوی سیاسی انتخاباتی داشته باشه، ولی بایستی تأمل کرد، بایستی توجه کرد که دولت جمهوری اسلامی هم در اینجا چه فکر میکنه و چه کار باید بکنه که خودش رو سر کار نگه داره. اونها هم با بحران روبرو هستن. فکر نمی کنم به این سادگی باشه که اعلام می شود که با بکار آمدن آقای بایدن واشنگتن و تهران رابطه بسیار نزدیک و صلح‌آمیزی رو در پیش خواهند گرفت. به نظر من یک کمی تأمل لازم داره. آقای میلانی، من فکر می کنم که اگر آقای بایدن این انتخابات رو ببره، سیاست آمریکا در رابطه با ایران، در رابطه با خلیج فارس، در رابطه با کل خاورمیانه عوض خواهد شد. و یه دلیلی که امروز فشارها به ایران زیادتر شده، ترس یک کشورهای در منطقه و خیلی ها در داخل آمریکاست که اگر این قبل از اینکه این انتخابات انجام بشه کارو به جایی بکشونن که آقای جو بایدن نتونه به این سادگی وارد مذاکره با ایران بشه. مسلما آقای بایدن فرق داره با آقای اوباما. من بارها گفتم و واقعا هم اعتقاد دارم که رئیس جمهوری آقای اوباما یک اتفاقی بود که دیگه در تاریخ آمریکا برای چندین سال اتفاق نخواهد افتاد. ایشون یه آدم اکسپشنالی بود. اما خیلی روشنه که آقای جو بایدن که تجربه بسیار زیادی در سنای آمریکا در رابطه با مسائل سیاست خارجی داره، سیاست آمریکا رو در رابطه با ایران عوض خواهد کرد. و من امیدوارم اگر ایشون این انتخابات رو ببره، جمهوری اسلامی هم وارد مذاکره بشه. صحیح. البته
ایشون اعلام کرده که با سیاست‌های منطقی ایران اشکالای جدی داره. با سیاست حقوق بشر ایران اشکالای جدی داره. با سیاست موشکی ایران اشکالات جدی داره. ولی ایشون میخواد برگرده با برجام و میتونه ایران هم میتونه وارد مذاکره بشه که یه مقداری از این تحریم ها برداشته بشه که وضع اسفناک ملت ما یه مقداری بهتر بشه. هر کدوم از آقایون 30 ثانیه فرصت دارید. مایلم این سال رو از هر دوی آقایون بپرسم که استدلال طرف مقابل رو شنیدید، در نظرتون آیا تغییری ایجاد شده یا نه؟ آقای کیان. نه، در نظر من تغییر ایجاد نشده. ببینید، برخلاف اینکه دوست محترم من دکتر میلانی من رو جزء 38% کسانی که میخواهند که آقای ترامپ برنده بشن گذاشتن، من سعی میکنم که در تحلیل اصول رو رعایت بکنم و مسئله نباشد که من راجع به اون کاندیدای مورد علاقه خودم صحبت کنم. اولا که خیلی زوده برای اینکه ما نتیجه رو صحبت کنیم راجع بهش، بعدم که ما نه به این راحتی نمیتوانیم که داستان 2016 رو کنار بگذاریم و بگیم همه چیز متفاوت است. نه، من هنوز شرطم رو روی آقای ترامپ نگه میدارم. بسیار. و به نظر من الان در حد اکثر 50-50 هستش، یعنی اینقدر مطمئن نباشیم که آقای بایدن این مسابقه رو خواهند بود. آقای میلانی. من وقتی گفتم که ایشون از طرفدار آقای ترامپه، منظورم این نبود که تحلیل ایشون اشتباهه. شما میتونید طرفدار یک کاندید باشید ولی در تحلیلتون منصفانه طرف برید جلو. یه ضرب و مثل معروفی آمریکایی‌ها دارن، میگن که فقط پیامبرها و آدم‌های نادان هستند که در رابطه با آینده پیشگویی میکنن. من هیچ نوع پیشگویی در رابطه با آینده انتخابات نمیکنم و تنها حرفی که زدم و حرفم هم عوض نمیشه به خاطر حرفایی که از آقای کیان شنیدم. حرف من اینه که اگر این انتخابات امروز یا تا یکی دو هفته دیگه انجام میشد، شانس بردن آقای جو بایدن خیلی زیاده. بله. ولی صد روز یک همه چیز میتونه تغییر پیدا کنه. سپاسگزارم از بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، و همینطور آقای میلانی از تمپا با ما. نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که ایران مایل نیست آمریکا در افغانستان به صلح برسد. زلمه خلیلزاد که در کنفرانسی ویدیویی با سفرهای افغانستان، ازبکستان و قزاقستان در آمریکا صحبت میکرد، گفت یکی از بزرگترین چالش ها در راه صلح افغانستان استقبال نکردن ایران از این تلاش هاست. آقای خلیلزاد چالش دیگر را اختلاف کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای جنوب آسیا دانسته. فرین آسمی گزارش میدهد. انتقاد زلمه خلیلزاد از ایران در کنفرانسی ویدیویی در مؤسسه صلح ایالات متحده. ایران از not been as supportive as it should be. ایران آنقدر که باید از تلاش‌ها برای روند صلح افغانستان حمایت نمی‌کند. یک دلیل عمده آن روابط آمریکا با ایران است. معاون وزیر خارجه ایران چند روز پیش در کابل گفته بود کشورش از فرایند صلح و حضور آمریکا در افغانستان راضی نیست. این حرف به این معناست که آنها ترجیح می‌دهند آمریکا بدون رسیدن به صلح از افغانستان بیرون برود و این به معنای ادامه جنگ در افغانستان است. و این هم گفته های معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون طلوع در کابل. همه می‌دانند که طالبان رو کی درست کرده، کی حمایت کرده و الان هم کی با اونها داره مذاکره میکنه و کی با اونها داره معامله میکنه. این دیگه یک واقعیت آشکار هست که آمریکا، که من به اصطلاح خودش رو متحد افغانستان حساب میکنه، با طالبان مذاکره کرده، معامله کرده و توافق کرده. آقای عراقچی اما اینکه طالبان در ایران دفتر دارد را رد کرد. دفتر ندارد. شورای مشهد چی هست؟ شورای مشهد چیزی هست که ممکنه طالبان برای خودش درست کرده باشه ولی از نظر ما موضوعیت نداره. ایران از نظام سیاسی افغانستان حمایت می‌کند اما منکر رابطه‌اش با طالبان نیست. آمریکا ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان در سالهای اخیر متهم کرده. از سوی ایران هم با این گروه تماس‌های زیادی داشته. مسئله‌ای که به مذاق آمریکا و کشورهای غربی خوش نمی‌آید. هیچ نیازی به کمک تسلیحاتی به طالبان وجود ندارد. در درون افغانستان سلاح از هر نوعش از ملیت‌های مختلف به وفور وجود دارد.
که با قیمت اندک هم قابل خریده و هم اگر قیمتی نخوان پرداخت کنن قابل مصادره است. مقام های جمهوری اسلامی اما گفتند که برای مدتی با طالبان در رابطه و گفتگو بوده و دولت افغانستان از این گفتگوها مطلع. بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، به دست آمریکا در خاک پاکستان، تصویری از صفحه اول پاسپورتی منتشر شد که دولت پاکستان اعلام کرد در محل حمله پیدا شده و عکسی شبیه به ملا منصور داشت و نشان میداد حامل آن به ایران سفر کرده. شایعاتی اون موقع در اومد که ایشون سفر داشته نداشته اینها، ما پیگیری کردیم. ظاهرا ایشون بدون اطلاع مقامات ما یک سفری داشتن و از ایران عبور کردن. جزئیاتش اون موقع خیلی مشخص نشد. ما با مذاکرات آمریکا با گروه طالبان به دو دلیل مخالفیم. تنش میان ایران و آمریکا به ویژه در سالهای اخیر موجب شده ایران به طالبان نزدیک‌تر شود. به نظر می‌رسد دستیابی آمریکا به صلح در افغانستان از رویاهایی باشد که تهران تمایلی به برآورده شدن آن ندارد. فرین آسمی، بی بی سی. محمد حسین جعفریان، تحلیلگر ارشد مسئله افغانستان از مشهد با ماست. آقای جعفریان، آقای خلیل‌زاد میگه که ایران از روند صلح حمایت کافی نمی‌کنه. چی فکر می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منصفانه نیست. فکر میکنم ایران مهمترین کشوریه که از صلح در افغانستان سود میکنه. در این شرایط اگر تبادل بازرگانی ما از 3-4 میلیارد دلار در سال به 20 میلیارد دلار برسه، بهترین هدیه است برای ایران. هیچ کشوری فکر نمیکنم به اندازه ایران از صلح در افغانستان سود میکنه. در ماجرای بون هم ما نشان دادیم که در تثبیت دولت فعلی افغانستان چقدر سهم گرفتیم، با همین گروه های امریکایی همکاری کردیم و شاید اگر ایران نبود اصلا این اتفاقات نمی افتاد. من فکر میکنم به دو دلیل آقای خلیل‌زاد اشتباه میکنه و اولش اینه که اعتقاد من زمان و آدم مناسبی برای این کار انتخاب نشده. دوم این که ما با فکر میکنم تهران با تحمیل هر نظام و گروهی به مردم افغانستان مخالفه، یعنی حالا میخواد این گروه طالبان باشه یا گروه دیگری باشه که مردم افغانستان قبول ندارن، که ما بیایم پشت درهای بسته مذاکره بکنیم و تلاش بکنیم تا یک گروه رو به مردم تحمیل بکنیم، فکر نمیکنم این چیزی باشه که ما یا هر مجموعه دیگه این الان با این صلح نامیده میشه. عمده مردم افغانستان مخالفه، شما میدونید دولت افغانستان مخالفه، آقای غنی حتی کارش در مذاکره با آقای خلیل‌زاد به مشاجره کشید. مخالفین دولت افغانستان مخالفه. در امریکا خود نمایندگان خانم ایلهان عمر اخیراً خوندین مواضعش، آقای بایدن رسانه های امریکایی مخالفه، گروه های در داخل طالبان مخالفن، آقای مرتضی قیوم ذاکر که از فرماندهان ارشد جنوب افغانستان هست در بین طالبان بیانیه داد رسما که اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما جدا میشیم از طالبان. خب با این وضع چرا تهران باید موافق باشه؟ نکته دیگه این که ما اصلا سهمی در این رویه نداشتیم. ما هیچ وقت دعوت نشدیم که بدونیم این مذاکرات بین امریکا و طالبان چیه، دارن در مورد چی صحبت، سر چی توافق کردن که ما به این روند کمک کنیم. عمده این پنهانه. برخی از بندهایی که افشا شده آقای موسوی تکان دهنده است. مثلا در جای گفته شده که طالبان نباید به تروریست ها و دشمنان امریکا ویزا بده. این یعنی طالبان رو شما عنوان یک دولت شناسایی کردید. طبیعی ما با این روند مخالفیم. چرا باید مخالف نباشید؟ مثل اینکه شما فکر بکنید رسماً طالبان رو به عنوان دولت شناسایی کردید، خب پس اگر اینجور باشه امریکا حمله کرد تا امارت طالبان رو از بین ببره، حالا داره امارت طالبان رو بر میگردونه، چه فایده این همه جنگ و خونریزی که اتفاق افتاد، چه ثمری داشت؟ بعضی از مقام های افغان هم البته ادعای مشابهی دارند. بعضی از والی ها حرف از ارسال اسلحه به طالبان از طرف ایران میزنند. از نظر شما این دلایل چقدر قانع کننده است؟
من فکر میکنم تا به حال هیچ مقام رسمی جدی در این باره اظهار نظر نکرده. معاون فلان ولایت یا یک بار آقای آصف ننگ والی ولایت هرات همچین ادعایی کرد. اگر چنین چیزی بود آقای موسوی مطمئن باشید امریکایی‌ها دنیا رو پر می‌کردن. شما در دنیای زندگی می‌کنید که شب در اتاق خوابتون اگر عطسه بکنین صبح عکسش در اینترنت در میاد. اگر ایران سلاحی بده، کمکی بکنه، آموزشی بکنه، باید تصاویر تمام اینترنت پر می‌بود امروز. مطمئناً چنین چیزی نیست. عمدتاً عرض کردم مثلا نماینده‌ای که با امدادهای فضلی و 1200 رای در شهر 8 میلیونه کابل رای آورده میاد یه حرفی میزنه. مقام رسمی یه وزیر، یه معاون رئیس جمهور در افغانستان، مقامات ارشد هرگز همچین ادعایی رو مطرح نکرد. منظورتون البته از آصف ننگ والی فراه بود، به اشتباه فرمودید والی هرات. بله. شما خیلی به افغانستان سفر میکنید، به نظر نمیاد که امیدی به این صلح داشته باشید. خب چه خواهد شد؟ چطور میشه از این وضعیت خلاص شد؟ من ابتدا عرض کردم آقای موسوی زمان و مکان مناسبی نیست. در امریکا آقای ترامپ سرکار هست که با همه سر جنگ داره. شما بگید آقای ترامپ با کجا صلح داره میکنه؟ با چین از سر جنگ وارد شده، با کره شمالی نتیجهش به اونجا رسید، با اروپایی ها درگیر شده، با ایران به این نه. چرا ما باید باور بکنیم اینجا روند صلحشون دقیق داره پیش میره؟ بعد آدم اشتباهی انتخاب شده. آقای خلیلزاد که در مجامع نخبگان امریکایی به نیتیو اینفورمر یعنی خبرچین بومی مشهور هست، آدمی مناسبی برای این کار نیست. ایشون از کانسرواتیو هایی هست که جزء امضا کننده های اون نامه معروف سال 1998 به بوش بود که گفت برید حمله کنید و حکومت عراق رو سرنگون بکنید و از چهره های ارشد جنگ طلب در کنار جان بولتون و رامسفورد که اون نامه را امضا کردن بود. چطور باید ما باور بکنیم به همچین آدمی که امروز در افغانستان به دنبال صلحه؟ چه کسی به همچین آدمی اعتماد میکنه؟ من فکر نمیکنم این صلح به سرانجامی برسه، به سبب اینکه عرض کردم امروز شما وارد افغانستان که چید از آقای صلاح الدین ربانی تا مسعودها تا خود طالبان تا دولت همه مشکل دارن با این رویه. من فکر نمی کنم با این وصف در واقع موافقت ایران با این روند یا مخالفتش نتیجه رو حل بکنه. و در آخر اضافه بکنم با وجود این حتی ملتانی برادر تشکر کرد است، یعنی ایران مخالفتی نکرد، ایران سنگ اندازی نکرد. ملتانی برادر تشکر کرد از کمک های ایران در رسیدن به این صورت، دولت افغانستان تشکر کرد، اما من پیش بینی می کنم به سرانجامی نمیرسه. خیلی ممنونم از محمد حسین جعفریان، کارشناس ارشد مسائل افغانستان. باید اضافه بکنم که البته آقای خلیلزاد اینجا نبودن که از خودشون دفاع بکنن. ایشون البته نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در زمان آقای بوش در امور افغانستان عراق بودن، بعدم نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، سیاستمدار شناخته شده ای هستن. ولی در هر صورت ممنونم از محمد حسین جعفریان. به گفته وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته بیماری کووید 19 جان 195 نفر را گرفته. با بالا گرفتن دوباره شیوع کرونا در ایران، مقام های بهداشتی با چالشی تازه روبرو شدند، در شرایطی که تعدادی از کارشناسان بهداشتی گفتند برگزاری مراسم ماه محرم با رعایت مقررات بهداشتی غیر ممکن به نظر می رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری امروز گفت عزاداری ها و رعایت ضوابط بهداشتی باید هر دو در کنار هم انجام شود. سیاوش اردلان گزارش می دهد. ما که از روزای سخت‌تر از این نترسیدیم، کرونا رو هم شکست میدیم. این آوازهای مذهبی برای قوت قلب دینداران است، ولی حاوی یک هشدار هم هست: مبادا به خاطر محرم کرونا رو جدی نگیرید. کی میگه هیئت هامون تعطیله؟ کی میگه ناامید و مایوسیم؟ چند وقت جای روز درگیره، جنگیدن با ویروس منحوسیم. مذهب کرونا رو شکست نداده، ولی به نظر میرسد کرونا برای گروهی از مذهبی ها چالش جدی ایجاد کرده. جلوی عزاداری ها رو گرفتن کار دشواری است. مجاب کردن عزاداران به رعایت نکات ایمنی ساده تر است. احب الله من احب حسینا، اصلا عشق امام حسین
چیز دیگری هست. و شاید به همین خاطر رئیس جمهوری ایران امروز دقایق زیادی را به بیان اهمیت محرم گذراند. تا وقتی به توصیه‌های بهداشتیش رسید، گوش‌ها شنوا باشند. امسال ماسک هم جزو اون شکوهه. امسال اون فاصله هم جزو شکوهه. امسال عدم تجمع و تراکم در یک مکان هم جزو اون شکوهه. موج دوم کرونا در زمانی به ایران بازگشته که تقویم مذهبی شلوغ است. معاون وزیر بهداشت امروز را در خراسان گذراند. با این توصیه کم سابقه که ترحم بر حیوانات کمک به جان انسان هاست. توصیه اکید میکنم که از قربانی کردن و تجمع شدیداً اجتناب کنن و اون گوشت یا اون مواد غذایی که هست به صورت جیره خوش و بسته‌بندی توزیع کنن. اگر کسی در خراسان به فکر تیز کردن چاقوهایش است، معاون وزیر بهداشت برایش این آمار را داشت. و در یک ماه گذشته ما افزایش 300% موارد بستری را داشتیم. اهل عالم. با اینکه عید قربان و تاسوع عاشورا میتواند کرونا را بیشتر شیوع دهد، اما صدای بلندتر هشدارها برای تعویق کنکور شنیده میشود. سه آزمون بزرگ تحصیلی قرار است در مرداد ماه برگزار شوند. خیلی ها میگویند این آزمون ها را به تعویق بیاندازید. خیلی ها هم نمیخواهند این اتفاق بیفتد. آزمون های تحصیلی هرچه باشند، با آماری نزدیک به 200 کشته در روز، آزمون اصلی مبارزه با کرونا است. مبارزه در شرایطی که ترس خیلی از انسان ها از ویروس کرونا ریخته، هرچند این ویروس گویی تازه دست به کار شده. اگر می شود هم با کرونا مبارزه کرد هم اقتصاد را چرخاند، شاید بتوان سنت های مذهبی را هم به جا آورد. روزه یواشکی نرفته بودیم، به شرط آنکه یا حسین ها فعلا طور دیگری گفته شود. با دهن بستم می شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. گفتم می زنی بزن با روزه بزن. در آسیای میانه شمار کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شدن به نسبت دو ماه قبل بیشتر از 10 برابر شده و به حدود 140,000 نفر رسیده. در اساس گزارش‌های رسمی، کووید 19 در کشورهای این منطقه جان بیشتر از 2,000 نفر را هم گرفته. حالا قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان با موج تازه بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند و تاجیکستان هم در معرض خطر شیوع دوباره کرونا قرار دارد. اما به نظر می‌رسد این کشورها بیشتر نگران پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا باشند. خبرنگار ما سهراب زیا از شهر دوشنبه در این باره گزارش می‌دهد. یکی از مکان‌های در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان، که به ارائه خدمات تدفین مشغول است. اینها منتظر تحویل پیکری بستگانشان هستند. هفته‌های اخیر موارد مرگ از بیماری کووید 19 در قرقیزستان یک بار زیاد شده. من برادر عمر، ما نمی‌توانیم вывести его труп. برادرم فوت کرده. روز دومه که پیکر اونو به ما تحویل نمیدن. پس از لغو محدودیت ها در ماه گذشته، اینجا در پایتخت قرقیزستان بیماری کووید 19 دوباره اوج گرفت. هر روز صدها مورد جدید ابتلا و ده ها مرگ ثبت می شود. تا حالا بیش از 31,000 نفر در قرقیزستان به کرونا مبتلا شده و بیش از 1,200 نفر جان دادند. حدود 10% مبتلایان را پزشکان تشکیل می دهند. در قزاقستان هم اوضاع وخیم است. بالاترین شمار مبتلایان به کرونا در آسیای میانه در این کشور شناسایی شده، نزدیکی 80,000 نفر. تعداد جانباخته ها هم بالای 600 نفر گزارش شده. قزاقستان گفته برای مبارزه با کرونا با کمبود 1,000 پزشک مورد نیاز مواجه است. کمبود دارو و تخت خواب هم در بیمارستان ها محسوس است. موج تازه ویروس در ازبکستان، پرجمعیت ترین کشوری آسیای میانه، هم بیداد می کند. در شهر تاشکند این روزها 74 بیمارستان شبانه روزی فعالیت می کنند. هر روز صدها نفر و جمع مبتلایان در این کشور اضافه می شود. شماری کلی مبتلایان در ازبکستان به 20,000 نفر نزدیک شده و بیماری کووید 19 جان بیش از 100 نفر را در این کشور گرفته.
تاجیکستان پس از 3 ماهی شیوعی کرونا در این کشور از ابتلای بیش از 7000 نفر و مرگ نزدیک 60 نفر خبر داده. تاجیکستان تنها کشور در آسیای میانه است که برای نزدن ماسک در اماکن عمومی افراد را جریمه می کند. عدم رعایت فاصله اجتماعی و تدابیر بهداشتی و نزدن ماسک در اماکن عمومی باعث شیوع دوباره کرونا در آسیای میانه شده. بسیار مانند این پزشک در شهر بیشکک از گسترش دوباره کرونا سخت نگرانند. درک میکنم که اعمال محدودیت ها بر اقتصاد کشور فشار وارد میکنه، اما چاره ای جز این نیست و ما طرفدار تعطیل کامل کشور هستیم. تا این جای کار بحران کووید 19 به اقتصاد کشورهای آسیای میانه ضربه جدی وارد کرده. طبق پیش بینی ها تولید ناخالص داخلی در این کشورها امسال کاهش چشمگیر خواهد داشت. در قزاقستان ثروتمندترین کشور منطقه 4.5 میلیون نفر درآمد خود را از دست دادند. اعمال محدودیت های تازه و تعطیلی کسب و کارها روی زندگی هزارها خانواده تاثیر خواهد گذاشت. یک سری از کارها ضروری هستند، نمی شود آن کارها را تعطیل کرد، ولی وسایل پیشرفته پیشگیری را باید داشته باشد. یک سری از کارها می شود از راه دور انجام بشه که تمرکز جمعیت در مکانهای عمومی کم بشه، و یک سری افراد هستند که نیاز روزانه به درآوردن معاش و قوت روزانه و پول روزانه دارند. این افراد باید بیاد ساعت کاری که براشان گذاشته میشه و مکانهای کاری که گذاشته میشه غیر متمرکز باشه. این راهکاری است که هم میتونه چرخه اقتصادی افراد و جامعه رشد خودش داشته باشه و هم باعث بشه که افراد سلامتیشان حفظ بشه. اقتصادی سه کشوری آسیای میانه متکی به حواله های پولی کارگران مهاجر در روسیه است. بحران کووید 19 باعث شده مثلا مهاجران تاجیک در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نزدیک 200 میلیون دلار کمتر از روسیه به تاجیکستان بفرستند. عنصری خیلی مرکب و جدی که به اقتصادیات کشورهای آسیای مرکزی رسید، بخصوص به اقتصادیات سه کشور و تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، این بیکار موندن و در انزوا موندن مهاجرین محنتی بود. زیرا این سه کشور عموماً اخراج کننده نیروی کاری به روسیه هستند و از بس که وقتی که قرنطینه در این کشور اعلان شد، تعداد نهایت زیاد شهروندان این سه دولت در انزوا بودند و آنها نتوانستند با کار و مثلا فعالیت مشغول باشند و این چیز تاثیر مستقیم منفی خودش را به حیات آیله های آنها رسانید. در قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان وزیران بهداشت به دلیل سوء مدیریت در دوران کرونا از سمت‌هایشان برکنار شدند تا از نارضایتی مردم این کشورها از عملکرد مقامات کاسته شود. به باور بسیار نظام‌های خودکامه حاکم در آسیای میانه حتی در زمان بحران کووید 19 بیشتر برای تحکیم قدرت سیاسی خود فکر می‌کنند تا بهبودی شرایط بهداشتی مردم و مهار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. ارتش اسرائیل میگوید در پاسخ به حملاتی از خاک سوریه به اهداف نظامی در جنوب این کشور حمله کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، در این حمله کسی کشته نشد اما دو نفر مجروح شدند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید تعداد مجروحان 4 نفر است و تابعیت 2 تن از آنها روشن نیست. کیوان حسینی از این حمله و پشت پرده تنش اخیر گزارش میدهد. حالا دیگر دیدن تصاویری مبهم از این دست برای گزارش حملاتی در خاورمیانه عادی شده. این یکی توسط خبرگزاری رسمی سوریه منتشر شده و ظاهراً شهر قنیطره را نشان می‌دهد، محلی که جمعه شب هدف هلیکوپترهای ارتش اسرائیل قرار گرفت. ساعتی قبل از این حمله ارتش اسرائیل ابتدا توییتی منتشر کرد و در آن از وقوع انفجارهایی در نزدیکی مرز با سوریه خبر داد.
بر اساس این توییت، انفجار در بلندی‌های جولان که تحت اشغال اسرائیل است رخ داده بود. ساعتی بعد حملات ارتش اسرائیل رخ دادند که در توییت دوم تایید شد. ساعت پیش از سوی سوریه به سوی اسرائیل شلیک شد. در پاسخ هواگردهای ما به اهداف نظامی متعلق به نیروهای مسلح سوریه در جنوب این کشور حمله کردند. ما رژیم سوریه را مسئول این اتفاق می‌دانیم و به هر گونه نقض حاکمیت ملی اسرائیل پاسخ می‌دهیم. بلندی‌های جولان منطقه حائلی است که اسرائیل و سوریه را از هم جدا می‌کند. این منطقه بخشی از خاک سوریه است و از سال 1967 تا امروز توسط اسرائیل اشغال شده. اما ظاهراً تنش نظامی اخیر فراتر از بلندی‌های جولان یا حتی دشمنی دیرینه سوریه و اسرائیل در جدالی دیگر ریشه دارد. جدالی که به شکل غیر مستقیم بار دیگر پای ایران را نیز به ماجرا باز می‌کند. ماجرا به حملاتی مربوط است که 5 روز پیش در حوالی دمشق رخ دادند. گفته شده این حملات توسط اسرائیل انجام شده و بر اساس روند مشابه از همان ابتدا برخی حدس می‌زدند که بار دیگر اسرائیل نظامیان سپاه پاسداران را هدف گرفته. در نهایت اما مشخص شد که این حملات یکی از متحدان کلیدی سپاه را هدف گرفته، گروه حزب الله لبنان. حزب الله لبنان این حمله را تایید کرد و اعلام کرد که یکی از اعضایش به نام علی کمال محسن، معروف به جواد، در جریان این حمله کشته شده است. اما مهمتر، این گروه وعده داد که این حمله را تلافی خواهد کرد، تهدیدی که به طور معمول برخلاف تهدیدهای مشابه از سوی ایران توسط حزب الله عملی می شود. اسرائیل در واکنش روز پنجشنبه اعلام کرد که بر تعداد نیروهایش در مرزهای شمالیش خواهد افزود، مرزهایی که آن سوی آن لبنان است و احتمال حمله وجود دارد. اما تنش نظامی روز جمعه در نزدیکی این مرز رخ داد، در بلندی‌های جولان، و بر اساس گزارشی که روز شنبه توسط سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه منتشر شد، هنوز روشن نیست که 2 تن از مجروحان حمله اسرائیل عضو حزب الله لبنان هستند یا نه. تنش حزب الله لبنان و اسرائیل در حالی شدت گرفته که لبنان این روزها علاوه بر سقوط واحد پول و گرانی، 10 روزی است که با افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان با کرونا نیز روبروست. و حتی حسن نصرالله، دبیر کل گروه حزب الله که با سخنرانی‌های تبلیغاتی و تهدید و واکنش‌های تندش معروف است، شنبه این ویدیو را منتشر کرده تا از هوادارانش بخواهد کرونا را جدی بگیرند. کیوان حسینی، بی بی سی. همزمان با 20مین سالگرد درگذشت احمد شاملو، اپرایی بر اساس ترجمه انگلیسی شعر پریا، یکی از مشهورترین آثار این شاعر ایرانی منتشر شده. اپرای پریا ساخته شیدا قرچه‌داغی است که در سال 1989 در تورنتو کانادا روی صحنه رفت. خانم قرچه‌داغی سالها برای منتشر شدن این اپرا در تهران انتظار کشید، ولی به دلیل ممنوعیت صدای تکخانه زن در ایران بعد از انقلاب اسلامی نشر این اثر هیچگاه ممکن نشد. بعد از حدود 30 سال انتظار، اپرای پریا به تازگی خارج از ایران با پشتوانی انجمن پژوهش‌های زنان ایران منتشر شده. این اثر نخستین اپرایی است که یک آهنگساز زن از ایران اون رو ساخته. بخشی از اپرای پریا رو با هم دیگه می‌شنویم. بخشی از اپرای پریا رو شنیدید. پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی از آمستردام با ماست. آقای اکبرزاده، اول یک کمی بیشتر از خانم قرچه‌داغی بگید. ایشون بعد از اینکه تحصیلات موسیقیشون رو در آکادمی موسیقی وین به پایان بردن، در اوایل دهه 1350 فعالیت‌های گسترده‌ای رو در ایران داشتن که از مهمترین اونها میشه به ایجاد بخش موسیقی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد،
که برای تعداد زیادی از داستان‌های کودکان موسیقی نوشتن که به صورت صفحه گرامافون در ایران منتشر شد و همینطور با تعدادی از کارگردانان سرشناس ایران همکاری داشتن به عنوان یکی از فعال‌ترین آهنگسازان موسیقی فیلم در کشور، از جمله برای فیلم رگبار از بهرام بیضایی و همینطور در دانشگاه فارابی تدریس می‌کردن. الان وضعیت اپرا در ایران چطوریه؟ خصوصا وضعیت هنرمندانی که در این عرصه فعال بودند و کارشون اینه. برای پاسخ دادن به این سوال باید یه مقدار قبل‌تر برگردیم. ساختن اپرا به شکل بین‌المللی در یک ساختار حرفه‌ای توسط آهنگسازان ایرانی به سال 1346 برمیگرده، زمانی که تالار رودکی در تهران گشایش پیدا کرد و احمد پژمان نخستین اپرای ایرانی رو با عنوان اپرای جشن دهقان آفرید و بعد از اون لوریس چکنواریان و حسین دهلوی هم گام‌های مهمی رو در این زمینه برداشتن، ولی متأسفانه از بیشتر این آثار نه نوت منتشر شده و نه نسخه صوتی و این به ویژه از این بابت خطرناک شده در واقع که در سالهای اخیر به ویژه یک سری از نهادها و رسانه‌هایی که به حکومت ایران نزدیک هستند و در تلاش هستند که محو کنن نشانه هایی که از دوران پهلوی وجود داره، آغاز کردن حرکتی رو بر این که به عنوان مثال از اپرایی به نام آشورا ساخته بهزاد عبدی در بسیاری از رسانه‌های ایران نام برده شده یا اپرای رومی به عنوان نخستین اپراهای ملی ایران، در صورتی که یک سابقه بسیار کهن‌تری ساخت اپرا از سوی آهنگسازان ایرانی داره و این اپرایی که الان از خانم قرچی‌داغی منتشر شده هم اولین اپرای ایرانی هست که با متن انگلیسی ساخته شده و تاریخ ساختش هم به 1989 برمیگرده، ولی خب به خاطر این محدودیت ها بعد از حدود 30 سال منتشر شده. کیا این کار رو اجرا کردن؟ این در واقع یک ضبط زنده این اپرا در تورنتو هست در نوامبر 1989 توسط آنسامبل تورنتو همراه با راوی، آواز گروهی و گروه تکخونا و یک قسمت کوتاهیش هم با ساختار متفاوتی توسط گروه حصار از تاجیکستان اجرا شده. خیلی ممنونم از پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی از آمستردام با ما. دو روز پیش همزمان با 20 سالروز درگذشت شاملو، پیمان سلطانی آهنگساز ایرانی قطعه‌ای با عنوان بیابان بر اساس شعر بیابان را سراسر مه گرفته از احمد شاملو منتشر کرده. توضیحات اون رو درباره این قطعه بشنویم. قطعه بیابان رو سال 1372 نوشتم بر اساس شعری از آقای شاملو. اواخر دهه 80 ویرایش کردم کار رو و پاییز گذشتم اون رو ضبط کردم با صدای آقای پارسا حسن‌دخت که بسیار خواننده توانایی است. کار رو برای ارکستر سمفونیک، ارکستر سازهای ملی، گروه کر و آواز نوشتم و کار یک فضای ناتورالیستی داره. این شعر رو از آقای شاملو انتخاب کردم چرا که به طور مشخص به دنبال یک موسیقی اجتماعی بودم که کار کرد و تأثیر اجتماعی هم داشته باشه. به نظرم هنر در چارچوب یک نظام اقتصادی و اجتماعی نمیتونه فاقد خصلت سیاسی باشه. مفاهیمی مثل آزادی، عدالت و همدلی به عنوان یک پدیده سیال در گذر زمان تونسته با اتکا به آرای مردم و یک قدرت بیرونی به یک امر مؤثر اجتماعی تبدیل بشه. رسیدن به یک توافق ملی هم از طریق موسیقی به نظرم میتونه ما رو از خلق آثار فرمایشی، سفارشی و تبلیغاتی به سمت هنر متعهد روانه کنه. پیمان سلطانی بود، آهنگساز ایرانی که قطعه بیابان رو ساخته. قطعه بیابان برای اولین بار از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش میشه. دعوت میکنم که بخشی از اون رو با هم دیگه بشنویم. Thank you.
چراغ قریه پنهان است موجی ادامهش هم هست که بیابان خسته لب بسته نفس بشکسته. اگه خوب یادم بیاد این قطعه بلندتر 14 دقیقه است که ما بخشی از اون رو برای شما پخش کردیم. ممنونم از این که بیننده برنامه ما بودید و ممنون که 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید به کانال یوتیوب ما مراجعه بکنید و همینطور به سایت ما برای این که برنامه امشب رو ببینید و یا برنامه های قبلی.